دوستان عزیزم سلام، خیلی خوش اومدین به بوگن شماره 44. بریم مستقیم سراغ سوالها. سوال شماره 1: Was ist zu tun, wenn Sie während der Fahrt Anzeichen von Müdigkeit spüren? چه کار باید بکنین اگر که موقع رانندگی علامت های خستگی رو حس کنید؟ Spüren یعنی حس کردن. Sich an frischer Luft bewegen, توی هوای آزاد نرمش کنیم. Unverzüglich eine Pause einlegen, فوراً یک استراحت بکنیم. پاوزه یعنی حالا استراحت، نه حالا لزوما بخوابیم. Anregende Musik hören, موسیقی هیجان انگیز گوش بدیم. که حتما باید استراحت کنیم و هوای آزاد. سوال شماره 2: Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? پیش کدومی که از این اشخاص باید با این حساب کنین که یک مشکل شدید دیدن داره، دید داره، یعنی نابیناست. بزرگ میکنیم که این شخص هستش به خاطر بازوبندش و عصاش و عینک. پس دیم من میشه مرد، دی فراو خانوم و دیم کیند بچه. سوال شماره 3: وی زالتن سی سیش فرهالتن؟ شما باید چه رفتاری داشته باشین؟ ویتر فارن اوخ ون دی فوسگنگر کورز شتین بلایبن، به راه هم ادامه بدم حتی اگر که آبرین پیاده کوتاه بایستن، سب کنن. Mit einem Bogen um die Fußgänger weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. با یک دور بزرگ دور این آبرین پیاده بگیرم و برای اینکه مانعی برای ماشین‌های پشتی نداشته باشم. Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das überqueren ermögliche. به موقع ترمز بگیرم تا به آبرین پیاده نشون بدم که من بهشون اجازه میدم که از خیابون رد بشن، که فقط گزینه 3 هستش که درسته. سوال شماره 4: Während der Fahrt regnet es plötzlich stark. موقع رانندگی ناگهان بارون شدید میگیره. Wie sollten Sie sich verhalten? چه رفتاری باید داشته باشین؟ Ich verringere den Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden. من فاصله‌مو با جلویم کم می‌کنم. Ich vermeide starkes Beschleunigen. من از سرعت گرفتن زیاد اجتناب می‌کنم. Vermeiden. Ich verringere meine Geschwindigkeit. من سرعتمو پایین میارم، که مسلما سرعتمونو پایین میاریم و سرعتم نمیگیریم. فاصله رو باید بیشتر کنیم، نباید کمتر کنیم. سوال شماره 5: In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden? در چه مواقعی باید سبقت گرفتن رو قطع کنیم؟ Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht, اگر از طریق ماشین هایی که از مقابل ما میان خیلی غیر منتظره Gefahr یعنی خطر به وجود بیاد. Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt, اگر اون کسی که داریم ازش سبقت میگیریم یهویی سرعتش رو زیاد کنه. Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert. اگر کسی که ازش سبقت میگیریم سرعتش رو خیلی کم کنه. که اگه کم کنه که خوبه، سریعتر میتونیم سبقت بگیریم، ولی اگر سرعتش رو زیاد کنه یا ماشین از جلو بیاد باید قطع کنیم سبقت. سوال شماره 6 یه ویدیو هست که با هم میبینیم. بان اوبرگانگ داره میرسیم بهش.
از این علامت ها مشخصه. اوکی. ببینیم سوالا چی میگن، حالا اگر متوجه نشدیم دوباره هم میشه دید ویدیو رو. Worauf stellen Sie sich in dieser Situation ein? توی این موقعیت خودتون رو برای چه چیزی آماده میکنید؟ The entgegenkommende PKW wird jetzt، ماشینی که از مقابل میاد یعنی این، الان میخواد چیکار کنه؟ حالا میگه abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren، ترمز میکنه و نمیاد وسط خیابون، ausscheren und die Straßenmitte überfahren، از خطش میاد بیرون و میاد وسط خیابون، überholen ohne die Straßenmitte zu überfahren، سبقت میگیره بدون اینکه بیاد وسط خیابون، که با این بعد حساب کنیم که از خطش میاد بیرون و وقتی بخواد سبقت بگیره نمیتونه که وسط خیابون نیاد. سوال شماره 7، worauf müssen Sie sich hier einstellen؟ Personen betreten die Fahrbahn، آدم ها میان وسط جاده. Entgegenkommende Fahrzeuge biegen nach links ab، ماشین هایی که از مقابل میان میپیشن به سمت چپ. Fahrzeuge biegen auf die Fahrbahn ein، ماشین ها منظورش اینا هن، میان توی خیابون، میپیشن توی خیابون، که برای همه اینا ما باید آمادگی داشته باشیم. سوال شماره 8، welche Auswirkungen kann Haschischkonsum haben؟ چه اثراتی یا چه عوارضی میتونه مصرف حشیش داشته باشه؟ Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen. برداشت ما از چیزایی که میبینیم و میشنویم، یعنی غلط بودن برداشتمون میتونه بیشتر بشه. Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen، آگاهیمون برای خطر میتونه کم بشه. Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten، اشتباه در حد زدن سرعت و فاصله میتونه به وجود بیاد، که هر سه اینا درسته. سوال شماره 9، Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet، möchten aber nach rechts abbiegen، شما اشتباهاً رو خط سمت چپ رفتین ولی میخواین بپیچین به سمت راست. Wie verhalten Sie sich richtig؟ رفتار درست چیه؟ Ich fahre geradeaus und biege im Kreuzungsbereich rechts ein ab، من مستقیم میرم و در قسمت، یعنی در سر چهار را که برسم میپیچم به سمت راست. Ich wechsle vorsichtig in den rechten Fahrstreifen، خیلی با احتیاط میرم روی خط سمت راست. Ich fahre geradeaus oder biege links ab، من مستقیم میرم و یا اینکه به سمت چپ میپیشم، که من اگر باشم میگم که به خاطر این خط ممتد که نباید از روش رد بشیم باید مستقیم بریم و چپ بپیچیم. سوال شماره 10، wozu kann ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beitragen؟ فاصله کافی تا ماشین جلویی میتونه به چه چیزهایی کمک کنه؟ zu verringerung des Unfallrisikos، که ریسک تصادف پایین میاد. verringerung یعنی کم شدن. zum vorausschauenden fahren، اینی که بتونیم دورنگرانه رانندگی کنیم، یعنی با دورنگری رانندگی کنیم. zur Einschränkung der Sicht، باعث میشه که دیدمون محدود بشه.
که گزینه سه درست نیست ولی یک و دو کاملا درست هستن. سوال شماره 11 باز دوباره یه ویدیو که نگاه میکنیم. یه لنچ درس هست. Baustelle. Okay. ببینیم چی میگه. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? چه رفتاری باید داشته باشید؟ Ich fahre weiter, da möglicherweise Gegenverkehr bereits warten muss. من راهم رو ادامه میدم به خاطر اینکه کسی که از مقابل بخواد بیاد به هر حال الان باید صبر کنه. Ich fahre weiter, möglichen Gegenverkehr nicht aufzuhalten. من به راهم ادامه میدم برای اینکه اگر که از مقابل ماشینی میاد من مانعی براش نداشته باشم. Ich fahre weiter, wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt. من راهم رو ادامه میدم وقتی که ببینم که از مقابل هیچ ماشینی نمیاد. که دقیقا جواب درستمون همینه. سوال 12. Sie befinden sich im Kreisverkehr. شما توی یه میدون هسته. Was ist zu beachten? به چه چیزی باید توجه کنی؟ Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist. جزیره وسطی فقط میتونیم از روش رد بشیم اگر که به خاطر سایز ماشینمون نشه جور دیگه ای رانندگی کرد. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden. اینی که از میدون میخواییم بریم بیرون و باید با راهنما نشون بدیم. Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten. توی میدون توقف روی خیابون ممنوعه. که هر سه این جواب ها درست هستن. سوال شماره 13. Sie möchten nach links abbiegen. شما میخواین به سمت چپ بپیچین. Welche Fahrlinie müssen Sie einhalten? توی کدوم خط باید برین؟ Die mittlere Fahrlinie, خط وسط. Die linke Fahrlinie, خط چپ. Die rechte Fahrlinie, خط راست. که روی این علامت میبینین که خیابون یک طرف است. پس توی خیابون یک طرفه وقتی سمت چپ میخواییم بپیچیم باید بریم سمت چپ. سوال شماره 14. Sie wollen während des Führens eines Fahrzeugs telefonieren. شما موقعی که دارین رانندگی میکنین میخواین تلفن کنین. Was ist zu beachten? به چه چیزی باید توجه کنین؟ Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken. استفاده از تلفن میتونه حواسمو پرت کنه. Das Gespräch kann mich ablenken. این صحبت میتونه حواسمو پرت کنه. Das Telefonieren mit einer Freisprecheinrichtung lenkt mich nicht ab. استفاده از یک دستگاهی که آزاد باش میتونیم صحبت کنیم حواس منو پرت نمیکنه. که این اشتباه هستش، اونم حتی حواسمونو میتونه پرت کنه ولی خب اجازه داریم باهاش تلفن کنیم. سوال شماره 15. Wie verhalten Sie sich richtig? رفتار درست چیه؟ Ich fahre nach dem blauen LKW, war das Kommune Abi, vor dem gelben PKW, قبل از ماشین زرد, nach dem gelben PKW, بعد از ماشین زرد. که باز دوباره اینجا علامتی نداریم, پس rechts vor links, پس زرد رو باید بذاریم بره, پس nach dem gelben PKW, و چون میخواییم به سمت چپ بپیچیم و این مستقیم میاد، اینو هم باید بذاریم بره. پس nach dem blauen LKW. ما آخرین نفری هستیم که بریم. سوال شماره 16.
Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss das blaue Fahrzeug vorbeilassen. من ماشین آبی رنگ رو باید بذارم رد بشه. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen. من باید اجازه بدم که ماشین سبز رنگ رد بشه. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen. من اجازه دارم قبل از ماشین سبز رنگ بپیچم. که اینو قبلا هم داشتیم. توی خیابون اصلی هستیم ولی میخواییم بریم توی خیابون فرعی. پس ماشین آبی رو باید بذاریم بره. Ich muss das blaue Fahrzeug vorbeilassen. و ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen. چون این توی خیابون فرعیه. سوال شماره 17. Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich fahre zuerst. من اول میرم. Ich muss den gelben PKW durchfahren lassen. باید بذارم که ماشین زرد رنگ اول بره. که ما این علامت نشون میده که توی خیابون اصلی هستیم. بزرگش کنم این علامت. توی خیابون اصلی هستیم. پس ما اول میریم. سوال شماره 18. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? وقتی که این تابلو رو میبینین باید چه رفتاری داشته باشین؟ Sie dürfen vor diesem Zeichen nicht nach links abbiegen. شما جلوی این تابلو اجازه ندارین که به سمت چپ بپیچین. Sie sind verpflichtet, nach rechts abzubiegen. شما مجبورین که به سمت راست بپیچین. Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren. شما باید از یک حالت مثلا بگیم بولوار، فکرسینسل چیزایی که وسط یه خیابون هست، باید از سمت راستش رد بشید که دقیقا همین معنی رو میده. سوال شماره 19. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? وقتی که این تابلو رو میبینین به چه چیزی باید توجه کنید؟ Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen. بچه ها اجازه دارن که در کل این خیابون بازی کنن توی خیابون. Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen. عابرین پیاده اجازه دارن که کل خیابون استفاده کنن. Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren. ماشین ها باید با سرعت قدم رانندگی کنند که دقیقا همه این مسائل درست هستند یا همه موارد. سوال شماره 20. Wie können Sie den Lärm verringern, der durch Ihr Kraftfahrzeug verursacht wird? چطوری میتونین صدایی رو کم کنین که از طریق ماشین شما به وجود میاد یا درست میشه؟ Durch die Verwendung von Reifen mit geringem Rollgeräusch, از طریق استفاده از لاستیک هایی که صدای کمتری میدن وقتی که همینطوری آره قلن میکنن، قلن یعنی همینطوری چرخیدن، کاری که لاستیک ها و چرخ ها میکنن. Durch das Fahren mit niedriger Motordrehzahl, از طریق اینی که با دور موتور پایین رانندگی کنم. Durch das Entfernen des Luftfilter-Einsatzes. از طریق اینی که فیلتر هوا رو بردارم. که این که درست نیست ولی گزینه های 1 و 2 درست هست. خب دوستان رسیدیم به قسمت B. سوال شماره 1 هست. Womit müssen Sie hier rechnen? اینجا با چه چیزی باید حساب کنید؟ Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des LKWs nach rechts. اگر که شما بخواید سبقت بگیرین، ماشینتون توی سایه باد نوشته اینجا ویندشاتن
یعنی اینکه وقتی که این جلوی بادو بگیره چون باد نمیاد بهش میگن سایه باد. میتونه به سمت راست بکشه. Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden. ماشینتون میتونه از طریق بادی که از سمت راست میاد به سمت چپ کشیده بشه. Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann nach rechts gedrückt werden. ماشینی که جلوی شما داره میره میتونه به سمت راست کشیده بشه. که باد از سمت راست میاد این ماشین به سمت چپ میتونه کشیده بشه ولی گزینه های 1 و 2 درستن. سوال شماره 2 Sie fahren außerorts bei dichtem Nebel auf der Bundesstraße. شما در خارج از شهر توی خیابون کمربندی توی مه شدید دارین رانندگی میکنین. Dürfen Sie auf der Fahrbahnmitte ständig über der Leitlinie fahren? اجازه دارین که وسط خیابون مدام روی این خط وسط رانندگی کنین؟ Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann. نه به خاطر اینکه ماشینایی که از سمت مقابل میان به خطر میافتن یا میتونن به خطر بیافتن. Ja, weil man weniger in Gefahr gerät. بله به خاطر اینکه کمتر آدم به خطر میفته. Weil man weniger in Gefahr gerät von der Fahrbahn abzukommen. برای اینکه خطر اینی که از مسیر خارج بشیم از جاده خارج بشیم پایین میاد. Ja, wenn Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte eingeschaltet sind. بله اگر چراغ‌های مهشکن پشت و جلومون روشن باشن که جواب ما نه هست چون برای کسی که از مقابل میان خطرناک. سوال شماره 3 یه ویدیو هست که با هم نگاه میکنیم. اینم بوندشتراسه یا همون لندشتراسه هست. اینم لایت لینی هست که توی سوال قبلی گفتیم میگفتش که روی این بریم. خیابون اصلی و یه ماشین اومد. Okay. سوالا رو ببینیم. Warum sollten Sie jetzt Ihre Geschwindigkeit verringern? چرا باید سرعتتون رو الان پایین بیارین؟ Weil der Straßenverlauf dies erfordert. به خاطر اینکه امتداد جاده اینو ایجاب میکنه. ایجاب؟ من کجا آوردم اینو؟ Weil ich für andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu sehen bin. به خاطر اینکه برای بقیه کسایی که توی حالا بقیه راننده ها سخت‌تر دیده میشم. weil ich Vorfahrt gewähren muss. به خاطر اینکه باید حق تقدم رو بدم. که اینجا نشون میده که حق تقدم با ماست. شاید این نتونه ما رو ببینه. و در اصل امتداد جاده چیزی نیستش که اینو از ما بخواد. فقط همینو من میتونم بگم. آره خودش هم همینو میگه. چون جاده باز و هیچ پیچی هم نداره. سوال شماره 4 Was müssen Sie über die Benutzung der Rückspiegel wissen? چه چیزی باید در مورد استفاده از آینه پشت بدونید. رکشپیگل. یعنی آینه که از توه ولی پشت رو میبینید. Fahrzeuge und Fußgänger im toten Winkel kann ich nicht sehen. ماشین ها و آبرین پیاده که توی نقطه کور هستن رو من میتونم نبینم. Nach rechts hat der Innenspiegel keinen toten Winkel. به سمت راست به سمت راست آینه داخل هیچ نقطه کوری نداره. Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein. آینه ها باید به
به راننده تطبیق داده باش شده باشن که گزینه یک و سه درسته. همیشه نقطه کور داریم. سوال شماره پنج: وی شنل دف این کرافتفاتزایگ ایم شنیکتن میت شنیکتن هکسنس فرن؟ با چه سرعتی میتونه یک ماشینی که زنجیر برف داره نهایتاً رانندگی کنه؟ که واقعا نمیدونم، اینو حدس میزنم 60 مثلا، نمیدونم، 50 اجازه داره رانندگی کنه. ای وای، پس 50 اندازه توی شهر میتونه رانندگی کنه. سوال شماره 6: Vor welchen Zeichen müssen Sie mindestens 10 Meter Abstand halten, wenn diese sonst durch Ihr Fahrzeug verdeckt würden? جلوی چه علامتهایی باید حداقل 10 متر فاصله نگه دارین اگر که ماشین شما اون علامتها رو بپوشونه؟ Andreas Kreuz، که میدونین دیگه چیه اندریاس کرویتز، این ضربه درا، هالت فبوت، توقف ممنوع، هالت فورفات گویرن، تابلو شتاب یا همون آره ایست که اندریاس کرویتز درسته و فورفات گویرن هم درسته. Haltverbot? Nee. آره. سوال شماره 7: Wann dürfen Sie auch am Tage Nebelscheinwerfer einschalten? کی اجازه دارین که در روز هم چراغ مهشکنتون رو روشن کنین؟ Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel oder Schneefall. با این که از این طریق که وقتی که ببخشید حواسم دوباره پرت شد، ساعت از 12 شب که میگذره حواسم پرت میشه همش. بای erheblicher Sichtbehinderung durch، وقتی که دید ما بد بشه از طریق نیبل او در شنیفال، مه یا برف، ایس آف در ویندشوتسشایبه، یخ روی شیشه جلو، ریگن بارون. also چراغ مه شکن رو میتونیم توی مه و برف و توی بارون روشن کنیم. اینی که یخ زده باشه جلوی ما چراغ روشن کنیم یا نکنیم فرقی هم نمی. سوال شماره 8: Was dürfen Sie am amtlichen Kennzeichen verändern? چه چیزی رو اجازه دارین توی شماره ماشینتون عوض کنین؟ Es darf nichts verändert werden. هیچی شو اجازه نداریم عوض کنیم. Bunte Aufkleber aufbringen. میتونیم برچسب‌های رنگی بهش بزنیم. Zum Schutz der Beschriftung eine Folie aufkleben. برای اینکه محافظت کنیم از نوشتش یک فویل روش بذاریم که هیچ تغییر اجازه نداریم روش بدیم. سوال شماره 9: Wann sollten Sie trotz vorhandener Freisprecheinrichtung auf das Telefonieren verzichten? چه موقعی باید از تلفن کردن صرف نظر کنین با اینکه دستگاه آزاد دارین فرایشپرش انریشت که لازم نیست گوشی رو دست بگیرین؟ این کامپلیسیتن فکر از سیتواسیونن، وقتی وضعیت خیابون نامشخصه یعنی خیلی در هم برهمه. بای شویقیگن گشپریشن، موقع بحث ها و صحبت های سنگین یا حالا مثلا مهم. Wenn ich dadurch abgelenkt werde. اگر که
از این طریق حواسم پرت بشه که هر سه اینها درست هستن. سوال شماره 10: worauf weist dieses Verkehrszeichen hin؟ این تابلو به چه چیزی اشاره میکنه؟ auf ein Verbot für Kraftwagen، به ممنوعیت ماشین ها، auf das Ende einer Autobahn، تمام شدن اتوبان، auf das Ende der Kraftfahrstraße، تمام شدن این خیابون های خارج از شهر، حالا مثلا مثل نه لندشتراسه هم نیستن اونا، نه اتوبانن و نه لندشتراسه هستن، ولی خیابون های خارج از شهرن که auf das Ende einer Kraftfahrstraße بهش میگن. خب دوستان، بوگن شماره 44 هم تموم شد. امیدوارم خوب تمرین کنین. لطفا ویدیو رو لایک کنین، خیلی خوشحال میشم و تا بوگن بعدی.